السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل ستاری کیچن. خدا کند که جور و صحت مند باشین و روزهای خوب خوش را سپری کنین. امروز باز هم با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم که کلچه شور متفاوت میخوایم آماده بسازم، که البته ایره زیادتر در افغانستان در کابل جان دمی کلچه فروشی عزیزی یا معصومی بیا آماده می سازن که خیلی خوشمزه است. البته یک کم متفاوت است که من همیشه در کلچه شور مسکه اضافه می کنم، که امی قطی پاکت مسکه را که می بینین ایره می تانین از کاسکو خریداری کنین اگر در طرف کشورهای خارج زندگی می کنین، که امی یک پاکته که خوردش 113 گرام می شه، که من اموره در مایکرویف آب می سازم 3 عدد تخم و 113 گرام هم مسکر ما اضافه میکنم و خوب به می شکل ما ایره مخلوط میسازم یا یکجا میسازم تا امی مسکر و تخم مرغ خوب رنگش سفید شوه. و حال ما نمک اضافه میکنم، که نمک به دل خودتان است. بعضا میخواین کلچه شور زیادتر شور باشه، بعضا میخواین کمتر باشه. البته نمک من قدر ضرورت اضافه کردم. دو قاشق نونخوری هم ماست اضافه میکنم و ایره مخلوط میسازم و در آخر 3 گلاس یا 3 کپ آرد اضافه میکنم، که تقریبا به گرام 300 گرام میشه، 310 گرام میشه. باز هم به می شکل میره خمیر میکنم و در آخر نیم قاشق چایخوری پودر کیک اضافه میکنم و یک قاشق نیم قاشق چایخوری هم ونیلا. و ها یک چیز دیگه فراموشم نشه که ای آرد از آرد پنکیک هسته، که امرا با آرد پنکیک کلچه شور آماده بسازین، باقیت خیلی خوشمزه میه. ما نیم گلاس شیره گرم کردیم که تمامش یک جایی اضافه نکنین، کم کم اضافه کنین، که تقریبا ما فقط 2 قاشق نونخوریش اضافه کردم چون دیگه ضرورت نشد و شیرتان حتما باید گرم باشه. به این شکل من ایره خمیر میکنم. میبینین اونمو 2 قاشق نونخوری بیخی کافی است. از نیم گلاس 2 قاشق نانخوری را استفاده کردم و آل ما ایره خمیر میخوایم به مدت نیم ساعت بانم. البته سرشپت نکنین چون کلچه شور زیاد به رسیدن ضرورت نداره، که یعنی خمیرش خود بلند کنه یا برسه، بینمی اندازه کافی است. ایره به 2 قسمت من تقسیم میکنم و امی کاغذ هایی که به خاطر کیک پختن یا استفاده میشه، یکی را در قسمت پایین میمانم و یکیشم در قسمت بالای امی خمیر میمانم و همراه با آشگز به می اندازه ایره هم وار میکنم. ای قالب ها را که میبینین من ایره از شن خریداری کردیم، که میتونین کلچه بیسکیتی از یه آماده بسازین. البته خیلی راحت است قالبش، هر رقم که دوست داشتین. بین می اندازه من همگیشه برش میکنم و زیاد خمیرتان هموار نکنین، دبلیش بین می اندازه درست است. اگر زیاد باز هموار کنین کلچه های شور خیلی مطور خرد خرد می آیه. البته زود باز می سوزن و قدر باز با کیفیت نمی باشه. ببینین چقدر یک دیزاین زیبا داره. تمامش به می شکل ما توته کردم. وال خمیرهای که اضافگی بینش بود رو تمامش دور می کنم. پیش از پیش ما قالب چرب کردیم امرو با روغن. شما میتونید مسکه هم چربش کنین چون کلچان نچسبدهش. ما همیشه از آلومینیوم فایل در قالبای استفاده میکنم چون آلومینیوم فایل مانع سوختن چی کلچه باشه، رود باشه، هر چی باشه مانع سوختنش میشه. بین می شکل دانه دومش هم انبار کردم و آل زردی تخم و مرغ را با شیره یک جا کرده و بالای تمام می کلچه ها به می شکل چرب می کنم.
البته شیرتان کوشش کنین که فقط یک قاشق نونخوری باشه، از او زیادتر نه، چون بازمی زردی تخمه آبگین می سازه، درست بالای کلچه نمیشه، البته چرب نمیشه. و حال ما سیادانه امرا با کنجد اضافه میکنم. بعضی ها هستن که کنجد دوست ندارن، تنها میتونن که سیادانه اضافه کنن. داشه هم من 20 دقیقه پیش ما روشن کردیم در درجه 340 فارنهایت و کلچه شوره به مدت 15 الی 20 دقیقه ما پخته میکنم. ببینین چی یک رنگ زیبا گرفته به خود، خوبم تا پخته شده. ای هم از کلچه شور که امید که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز، اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین و این ویدیو را همراه با دوستانتان شریک بسازین و نظریاتتان را در بخش کامنت بر ما بنویسین. تا ویدیوهای بعدی.